با درودهای بسیار به همه شما. از فردا 8 تیم برتر جام جهانی 2018 روسیه در دیدارهای حساس دور یک چهارم پایانی برای رفتن به مربع پایانی با هم روبرو میشن. فرانسه اوروگوئه، برزیل بلژیک، فردا و روز شنبه روسیه میزبان با کرواسی پدیده این جام جهانی و انگلیس با سوئد. فیفا اسامی داوران 4 بازی مهم رو منتشر کرده، اما رسانه‌های فرانسوی از اینکه نستور پیناتا داور بازی با اوروگوئه تعیین شده شگفت‌زده شدند. به هر حال این مسائل داوری فقط مربوط به ایران یا چند کشور دیگه نیست، حتی فرانسویان به این مسائل توجه می‌کنند. این آقای پیناتا داور آرژانتینی است، کشوری که فرانسه اون رو حذف کرده، و یک داور آمریکای جنوبی است برای دیداری که یک طرف اون باز یک تیم آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه است. فیفا اعلام کرده که مشکلی برای دفاع از این تصمیم خودش نداره. مسئله دیگر برای خود اوروگوئی ها، کشوری که 3.4 میلیون جمعیت داره و فوتبال هویت اون رو تشکیل میده، بودن یا نبودن ادینسون کاوانی، بهترین گلزن پاریس سن ژرمن و لیگ فرانسه در فصل گذشته است. ادینسون کاوانی همچنان در حال معالجه و توانبخشی است. دیروز در تمرین های تیم شرکت نداشت. میدونید که کاوانی معروف به ال ماتادور در کنار سوارش با 2 گلی که به پرتغال زدند، پرتغال قهرمان اروپا و ستارش رونالدو، این دو رو حذف کردند. به هر حال با بیرون رفتن آلمان، پرتغال، اسپانیا، حالا در مورد پیشبینی و شرط بندی ها روی این تیم ها خیلی مسئله داغ شده. در مورد 2 تیمی که به دیدار فینال میرسن همچنین واقعا قضاوت ها بسیار مشکل شده. حالا انگلیس هم به صف مدعیان پیوسته، اما به نظر میرسه که بازیکنانش خیلی جوونن و در میان اونها اون چیزی که لازم هست، یک نابغه که بتونه سرنوشت ساز باشه، حضور نداره جز آقای هری کین که بهترین گلزن تا اینجای جام جهانی. با این حال در بنگاه های شرط بندی بریتانیا درصد شانس پیروزی تیم سشیر بالا رفته. اینم به هر حال به خاطر همون شایستگی همین تیم هست که در برابر کولومبیا نشون داد. اما رسانه های سوئیس در یک تحقیق سرگرم کننده به محاسبه زمانهای از دست رفته نیمار ستاره برزیلی پرداختن از آغاز جام جهانی. اونها میگن که این تصویری که این بازیکن از خودش به جایی میگذاره بسیار خدشه داره، با به زمین افتادن، نشان دادن اغراق‌آمیز درد کشیدن و بعدم داده میداد، اعتراض، اینا چهره ضد ورزش نشون داده. RTS رسانه سوئیسی زمانهای از دست رفتهی که نیمار به زمین افتاده یا با چهرهی ناراحت کننده داره به قول معروف درد میکشه و مسئولان پزشکی میان داخل زمین رو 14 دقیقه از آغاز جام جهانی حساب کرده و 23 بار این هم به ویژه با انتقادهای شدید خوان کارلوس اوزوریو مربی مکزیک روبرو شده که پس از حذف از جام جهانی توسط برزیل و نیمار گفته که بازیکنی با این همه نبوغ در بازی فوتبال باید خودش رو به زمین بیاندازه، گریه کنه و مورد تمسخر قرار بگیره. اما ستاره دیگری که آیندهش در رسانه‌های ایتالیا، اسپانیا و پرتغال مورد بحث قرار گرفته کریستیانو رونالدوست و احتمال پیوستنش به یوونتوس ایتالیا. میدونید چند وقت پیش همینطور، یعنی تا همین حالا، موضوع پیوستن نیمار به رئال مادرید باعث شده که رونالدو تصمیم بگیره در تابستان امسال این تیم رئال مادرید رو ترک کنه. به هر حال رونالدو دوره پیریش رو گویا به یوونتوس فروخته به مبلغ 100 میلیون اورو. دیگه اینم خدا شانس بده. رسانه های اسپانیایی مثل مارکا نوشتن که رئال مادرید او رو وادار به ترک تیمش کرده به خاطر حضور احتمالی نیمار. مبلغ قرارداد 100 میلیون اوروست و در فصل آینده
رونالدو پیراهن یوونتوس رو به تن میکنه و از حالا هم خیلی از بازیکنهای یوونتوس استقبال کردن، گفتن به هر حال حضور در کنار، یعنی بازی در کنار بازیکنی مثل رونالدو خیلی جالبه. خبری هم از فوتبال ایران، کارلوس کیروش بامداد همین امروز پنجشنبه 5 ژوئیه 14 تیرماه تهران رو به مقصد لیسبون ترک کرد بدون تمدید قراردادش و اعلام توافقی با فدراسیون فوتبال. کیروش پس از پایان جام جهانی و ورودش به تهران به تندی با برانکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس تاخت و او را متهم به دلالی و اخلال در برنامه‌های تیم ملی کرد. برانکو هم البته به وی پاسخ داد. این صحنه‌ها و به هر حال این گفته‌هایی که می‌شنویم گویا خاص فوتبال ایرانه. تمدید قرارداد کیروش تا پایان جام ملت‌های آسیا 2019 بارها مطرح شده، اما ظاهراً کیروش با تمدید 6 ماهه قرارداد خودش چندان رضایت نداره. و سرانجامی که سرمربی تیم شایسته ژاپن وعده داد تیمش در جام جهانی قطر، یعنی 4 سال بعد، به 1/4 پایانی برسه. مربی تیم ملی ژاپن گفته است که در پایان همین ماه قراردادش به پایان میرسه و از سمت خودش کنارگیری میکنه. شما همچنان با ما هستید و این یک خبر خوبه.